سلام و درود هواداران ورزش رقم یک دنیا. میدان تیجی باز در علاقه است و توپ خبرهای فوتبالی را پیشکش شما میگرداند. در ریال مادرید بوس پیدا شد که معلومات را به ژورنالیستان خبر میبرد. با این و دیگر توپ خبرها از عالم فوتبال در برنامه امروزه شما را شناس خواهیم کرد. در اول میخواهم صبور جان صبوروف را تبریک گویم که اولین شده و سوال گذشته ما جوابی درست داد. اگر خواهید که در ویدیو آینده ما هفته در کامنتار نویسید این صورت از کدام بازی است. کارهای منچستر یونایتد خیلی بد جرایان دارند. چند روز پیش کریستیانو در اینستاگرام خود سخنهای موتیواسیون نوشت که ما تا آخر مبارزه رو ادامه میدیم، ولی این کمک نکرد. دوای سرخ به مهمانی ایورتون رفتند که این دسته رو علاقه اکثریت کارشناسان فوتبال و چمپیونشیپ خواستگاری میکنند، هرچند که حالا در پیش چند دور دیگر است. گل یگانه گوردون در قسم یکم تقدیر بازی رو حل کرد. انا قهرمانی امیو در دروی نخونک باز هم خری مگویر شد. گل ایورتون پس از رسیش به او ورید دروازه گردید. انا در دقیقه 28 باشد مگویر یک عمل عجیب انجام داد. وقتی تو به دست ماتیش رسید او دستش رو برداشته به دوار اشاره میکرد که اینجا قاعده ویران کنی بود، یعنی او زیدی همدسته خود شهیدی داد. این در حقیقت خنده آور است. شاید مگویر با این رفتارش خواست آبروی خود را بردارد، یعنی امید به آن بست که او را برای راستگویش تعریف میکنند. شما به این فکتهای جالب نگرید. جای هفتم در پریمیر لیگ است، سه امتیاز دورتر از موقع چهارم که راحتی لیگ چمپیون ها را کفالت میدهد و یک غلبه در هفت بازی اخیر. اکنون در دسته نیت دارند که تنخک با آمدن خود حالت را خوب میکند. طبق معلومات نشریات طرف ها قریب که برازیگی رسیدند. روسای نزدیک باز یک بخوری دیگر در نظر است که آنجا جزئیات باقی مانده قرارداد همکاری را مسئولیت میکنند، ولی تا آمدن او امیو به چول گرفتار میشود پیشگویی کردن خیلی دشوار است. دوای سرخ امکان خیلی کم دارند که حتی به لیگ چمپیونها راحت گیرند. رونالدو را به این مسابقه تصور کردن دشوار است، بنابراین باوری نیست که در حالی به این مسابقه راه نیافتن امیو کریستیانو در دسته باقی میماند. طوره که رونی گفت، رونالدو مثل جوانیهایش نیست. او میتواند یک قسم دسته خوب باشد، ولی با چنین همدستها او هم هنرنمای خوب نشان داده نمیتواند. امیو در جای هفتم است، ولی برای موقع یکم پریمیر لیگ انگلیا منچستر سیتی و لیورپول با هم رقابت کرده ایستادند. پگاه این دسته در اتحاد استادیوم با هم رقابت میکنند و بسیار از کارشناسان بر آن عقیدند که تقدیر چمپیونی را در پریمیر لیگ انگلیا حل خواهد کرد. ما را رقابت جالب انتظار است، ولی برای باز هم جالبتر کردن بازی میتواند از یک ایکس استفاده کند. آنجا به همه رویدادهای ورزشی کیفیتهای بالاترین پیشنهاد میکنند، ولی مهمتر از همه ابوناچیان نو رو با پرماکود میدان در اولین پرداخت تا $100 بونوس انتظار است. معلومات ضروره در کامنتاریا. به همه موفقیت. یوونتوس نیت دارد که تابستان در حیات خود تغییرات بزرگ انجام دهد. نشریه خبر میدهند که دسته تورینی نقشه دارد برای موقع های گوناگون یک قطار بازیگران خریداری کند و با یکچند بازیگرانش شرطنامه را دراز نماید. قید کرده می شود که یووه حمایتگر چپ، نیم حمایتگر هجومکار و حملهگر را به عوض پاولو دیبالا جستجو دارد، زیرا او تابستان دسته را ترک میکند. طوری که گفتم شرطنامه یک قطار بازیگران دراز کرده میشود. اینو خوان کوادرادو و ماتیا پرین میباشند. در بالا قید کردیم که دسته نیم حمایتگر هجومکار جستجو دارد و این نفر میتواند پل پاگبا باشد. او به قرار اومد که همچو اگنتی آزاد از منچستر یونایتد میرود و حتی احتمالی به دسته آمدن اریک تنخاگ فکر او را عوض نخواهد کرد. اوید رفتنی او در باز خبر داده میشد. پاگبا وریانتهای زیادی ادامه دادن کریره را ندارد. بریال او دیگر لازم نیست، بنابراین یوونتوس وریانتی ارزنده است. بالای این پول در دسته تورینی بازی میکرد. انا عوض کردن دیبالا باشد این کم مشکل است. نشریه خبر داده بودند که عوض کننده او میتواند ممفیس دبای از بارسلونا گردد. عموماً عجیب است که چرا دیبالا با یوونتوس نتوانید شرطنامه را دراز کند. گفته میشود که یوونتوس آماده نیست طلبات پاولو را وابسته به ماش قانه کند. به هر حال اخیراً یووه مجبور میشود که به جای دیبالا فوتبال بازی نو خریداری کند و او به پول به دسته نمیآید. کو بهتر میشد اگر دسته تورنی با معاش کلانتر شرطنامه دیبالا را دراز میکرد و شاید مشکلی در معاش نباشد. شاید دیبالا با یگان نفر در دسته مناقشه داشته باشد. این وریانت هم جای دارد. به هر حال معاش این بهانه بی‌منطق است، زیرا یوونتوس یکی از بهترین دستههای ایتالیایی به حساب میرود. کارهای ریال مادرید عالی جریان دارند. جای یکم در لالیگا اسپانیا با پیشرفتی خوب. دوری یکچرنیهای لیگ چمپیونها که دسته شانه علاقه سوی دوری نیمنیهای یک قدم استوار گذاشته است. خلاص همه اش خوب، ولی در فضای داخلی دسته یک مشکلی دوم میشود که همه رو به تشویش آورده است. طوری که ژورنالیست اسپانی خوسه پادیلا اطلاع میدهد، کارلو آنچلوتی گمان دارد که کسی از داخل دسته به ژورنالیستان اسپانی معلومات را خبر میکشد. چندین مرتبه 2.5-3 ساعت پیش از بازی یکی از نشریه اسپانی هیئت اولیه ریال مادرید را با رقابت 100%
درست نشر میکرد. یعنی کسی پیشکی این معلومات رو به ژورنالیستان خبر میداد. دستش اونو برعکس بر قصد نشریه با اگنت هایشون رفتار میکرد. وقتی که آنچلوتی حیات رو تصدیق میکند، شبکه‌های اجتماعی دسته همان لحظه اون رو نشر میکنند. منطق در خبر کشیدن حیات در چیست؟ مگر این به رقیبان یگان کمک میکند؟ اگر این کمک میکرد، عین یول ریال در موقع بالای جدول قرار نمیگرفت. ریال مادرید عموما در این باره غم نمیخورد، زیرا حیات اونقدر معلومات مهم نیست، ولی به هر حال میترسد که معلومات های از این هم مهمتر به دست ژورنالیستان راه نیابند. از این خاطر ریال مادرید واسطه های بخطری اینفرماسیونی را در داخل دسته بهتر مینماید و همچنین کامرای نظارتی ایلوواگی نصب خواهد کرد. جالب است، شاید این بوز از قطار بازینگران باشد یا از قطار کارمندان دسته. از قطار بازینگران کی به این چیز قادر است؟ بله، هستند نفرانی که از حالت خود در ریال روزی نیستند، ولی باور ندارم که اونها به چنین کار دست میزنند. بنابراین با احتمال کلان این اگنت از بین کارمندان دسته است. نگفته نماند که امشب دسته شونا زید خطف بازی میکند. به فکر شما این رقابت با کدام حساب انجام مییابد؟ حتما فکرتان را در کامنتار نویسید. با امید تمام دوستان، با شما بود کانال میدان تیجی و من بروز ارتیکف. خیر تا برنامه های دیگر. موفق و پیروز باشید.